رخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ای ما را انیست و مونس شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه هود قرار داریم، ماهی پر از شهادت و حوادث و تحولات سیاسی و جهادی. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و جهت خوشنودی روح آقای امام زمان و تعجیل در ظهور آقای امام زمان صلوات عنایت فرمایید. وقت زیق است از مقدمه چینی موضوعات که کل عزیزا، اساتید محترم، عزیزایی که آمدن، سخنوران گرامی بیانات را داشتن، مقدمه چینی که شده او را صرف ما هم شما قبول کنید. در ادامه او مباحث و گفته ها و بیانات لازم می دانم اول از طرف خود و نیابتاً از طرف جمعی از همکاران اداره محلی جاغوری شهادت یک ابرمرد، یک عدالتخواه، یک پیر پشمینه پوش به شدت قلب شکسته و دردمند خدمت تمام ملت عدالتخواه افغانستان و به خصوص ملت محترم جاغوری و عزیزان حاضر در مجلس تسلیت عرض کنم. در این روزا لازم است 3-4 نفر پیام های را بر مردم بگویم. ما باید پیام داشته باشیم. وقتی کلی عزیزا از خریجات مختلفی در این سرما میشینم پای صحبت های ما، بهتر است پیام های داشته باشیم، بخصوص برای نسل جدید، نسل بعد از مزاری. تعدادی زیادی از عزیزان همگام با فصل سردی که در داخل او سرما شهید مزاری قدم برداشت و رفت، شما شاهد او صحنه هستین. عملاً او را شما با گوشت و پوستتان لمس کردین، ولی مهم رسالت نسل بعد از مزاری است که باید چگونه و نقشه راه را تعقیب کنند. مزاری یک استراتژی ترسیم کرده. در داخل یک استراتژی 4 نقطه بسیار مهم است. فرصت ها چیست، تهدید چیست، نقاط قوت چیست و نقاط ضعف چیست. هر ملتی که برای استراتژی نداشته باشد، قسمتی از استراتژی ملت های دیگه قرار می گیرد. ما در درون خود بیاییم، اول یک استراتژی را باید تعیین مراحل کنیم، او را باید او جریان تعقیب کنیم، ببینیم ما چی فرصت پیش روی داریم، چی چیزا تهدید ماست، نقاط قوت ما کجاست، نقاط ضعف ما کجاست. با تأسف فراوان آنگونه که عزیزان گفتن که ما فصل قبل از مزاری فصل محرومیت داشتیم، او محرومیت کسی اعمال نکرده بود. او محرومیت زاده او تنگ نظری، او کورچشمی، او حماقت، او بیشعوری، او خودخواهی های منطقه به منطقه و خوانینی دی بود که او تاریخ بر تو برد. وقتی اگرامه در سر رشته زو میرفت میگفت از دور در سر کشت زو پرد. امیان وضعیت امیان حاکم نیست؟ امیان بعد از تو رهروی مزاری امیان وضعیت امنان حاکم نیست؟ که بیاییم ما فریاد کنیم و دیگرها را جفاکار بدانیم و خود مظلوم بدانیم. این مظلومیت در قرن در سلول ما، در ذره ذره وجود ما، در ذهنیت ما جایی گرفته که ما را مظلوم کرده. ملتی که تحمل نداره، ملتی که همپذیری نداره، او چطور خود میگه ما پیروی مزاری هستم؟ و از همه مهمتر، در تمام آموزه ها، در تمام شعائر و تمام رهبران را گاهی میخواین مصادره کنند. مزاری نباید مصادره شود. مزاری یک خط است، مزاری یک جریان است. مزاری را
و شلاخی را که دردش را از پشت یک نسل خلاص کرده او نسل خوب میفهمد. خیلی حب و بغض دارن، ولی حب و بغض مزاری فعلا در میان هزاره به خاطر دعوا و جنجال لب فلوان است، به خاطر سنگرگیری های گروپیته است. کی رفته و شلاخ تجربه را در پشتش که امروز بیاید داعیه مزاری دوستی و خط مزاری را ادعا کنه؟ هیچ کس. ما به خاطر لجاجت ها مزاری گرا شده. وقتی مزاری به پاس این شعار که گفت الیاو که گفت الموت اولا من رکوب الارض، او پیرو امام حسین بود، او جهاد کربلا بود، او استادگی بود، او پیرو خط بود، گفت الموت اولا من رکوب الارض، مرگ با شرافت بهتر است از زیر بار ذلت رفتن. او ذلت ها رو تجربه کرده بود. او به طرف چهار آسیاب رفت، به طرف این طرف نرفت، این طرف نرفت، به طرف چهار آسیاب رفت. گفت الموت اولا من رکوب الارض. آیا کسی هست بین ما این رقم مزارگرا باشه؟ ما چرا میخواییم بعضی از خطها رو مصادره کنیم؟ ما چرا میخواییم یک روحیه ده و ترد در بیان اقوام یک ملت باوجود بیاریم؟ مگر 22 هود روز کمپاین است؟ مگر 22 هود روز یک پله ایجاد کردن به خاطر یک پیروزی سیاسی است؟ نه، 22 هود روزی که یک سرو بلند قامت عدالت خواه مبارزی که حتی یک خانه از او در یک کشور در جای نمان، حتی بشر در جای نمان، بجز یک دختر یتیم و مادرش در یک خانه کرایی در کشور بیگانه از بین رفت. این 22 هود او رقم روز است که از ایت ابر مرد قامتش هم میشه به زمین میفته و ملت یتیم میشه. ما به شما عزیزایی که همراه با شهید مزاری قدم آمدین و از بین شما رفت، شما ماندین، مگر حرف ندارم، حرف ما شنیدن هم نمیشه و گوش هم بری شنیدنش نیست. من برای نسل بعد از مزاری میگم که یک کسی آمده حماسه آفریده، کسی آمده حماسه آفریده، خیلی چیزها را از جرم بودن کشیده، ندای عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، تحمل و همپذیری و پلورالیزم قومی را در افغانستان مطرح کرده، او خط باید پیش رفته شود. ما باید دست به گردن همدیگر باشیم، ما باید سر از یک یخن برداریم، ما باید چیزی به نام اتحاد و وحدت را به معنای واقعیش در ضمیر خود، در وجدان خود نهاده نکنیم. سخن گفتن از مزاری کاری دشواری است. من یکی مطالعه ندارم، من یک در حضار جمعی کثیری از آدمای سخنور، علمای محترم، عزیزای کنج نشسته کوچکتر از او هستم که من بتانم لایه های از ابعاد شخصیتی، سیاسی و اندیشه شهید مزاری را اینجا باز کنم خدمت شما، من اونا را تحلیل و تفسیر کنم. تمام موضوعات بسیار به شکل یک مقدمه دوردراز مجری محترم برنامه در اول بیانات گفتند. اگر در خانه کس است یک حرف بس است، اما حرف اول و آخر باید می بود. ولی ملاحظات تقاضا میکنه آدم حرف بزنه. هر کس به خاطر ارزشی یک خونی که با تمام احساس از روی شعور و عقل برای این مردم داده شد، هر کس حرفی دارد. دانه تک تک این مردم این ششته حرفی دارد. ولی بگذارین بعضی از مجالسی که ایجاد میشه بیای عزیزان احساسات خود تبارز بدانه و هر کس خود به مزاری شریک بدانه. شهید مزاری 26 سال از امروز پیش از امروز رفت، 3 دهه پیش از امروز رفته. نه علادی با مزاری کارساز است و نه علاد شده میتونه. همه انسان ها این مقاصد داره و این عناد را از هیچ جای با خود ناورده، به خاطر که ملاقه ها خورده در رویش، این اشخاص حقش ضایع شده، این اشخاص از بین یک طوفان از استبداد، تعصب و تبعیض گذر کرده و خوب میفهمه که مزاری کی بود، مکی هست و ملت افغانستان کیست، نظام چیست و اتحاد در افغانستان یعنی چی. کمپاین نکنین، مزاری رو مصادره نکنین. مزاری یک فردی است بدون یک فرزند از این دنیا رفت و به خاطر شما ملت تر کشت، در بدترین شرایط با شکم گشنه صدای وحدت داد، گفت بیا در کنج دسترخوان بشی و بیا در یک خط بشی، دستت را کش کن او از اینجا هم بره، در تصمیم گیری باید شریک باشی.
بعد از 26 سال به این سو هر آنچه شعار دادیم، هر آنچه دروغ گفتیم با ملت، تا امروز هنوزم به طرف انحطاط، هنوزم به طرف افول. چرا؟ و کسی که خود حامی مداری میبینه چرا بار به انحطاط کشانده؟ که امروز هر کس باید کسی دیگر اتهام وارد کنه سرش، هر کس باید به یک جای یک کمپاین میکنه و خون مزاری رو دستای خود بمالیم و بروی خود بکشیم. بتونست مزاری یک ملت بود، مزاری یک افغانستان بود، مزاری برای تک یک افغانستان. و گفت دشمنی اقوام فاجعه است. مزاری گفت ما باید همه در سرنوشت جمعی خود شریک باشیم. مزاری گفت تحمل پذیری اگر نباشه مشکل افغانستان حل شدنی نیست. مزاری گفت جنگ بس است، ما برای مصالحه باید پیش بریم. مزاری یک ملت بود، مزاری یک افغانستان بود. مزاری که کسی به خاطر رقیب زنی نبود. هیچ کسی با مزاری عناد ناورده با خود در جاوری. و همه احترام داره به خون مزاری، بر شهادت مزاری، به جهاد مزاری و با وحدت انسجام را که بین اقوام در افغانستان با وجود آورد. وقت تنگ است برادرای عزیز، روزای رسمیات است. ما به احترام شما مردم شریف که با تمام احساسات به پای خط مزاری استاد استیم، این محفل به یاد بود از گرامی داشتیم، او جانفشانی ترتیب دادیم، خدمت شما رسیدیم. بیشتر از این ممکن عزیزای دیگه هم حرفی برای گفتن داشته باشد. خیلی از بزرگوارا رو من نامش را نگرفتم. خیلی از عزیزای در کنار ما نشستن که متاسفانه که ممکن در نبودش خیلی یادش بکنیم، ولی بهتر است که زنده است یادش بکنیم. جناب معین سید انوری استاد شو در کنار ما نشست. امروز چون نشسته است ما نمیفهمیم، ولی روزی که انوری عزیز میره فکر کو که یک صفحه در جاغوری نابود میشه. این اون رقم عزیزای سخی یا شما میفهمین در داخل منطقه ممکنه خیلی هم مرد باشه، ولی یا در سر میز مرداششتر قدر یا را شما باید بدانید. اینا سرمایه علمی ما، خارقی ما، اینا آبروی ملت ما بوده. اینا یک روز بالاخره در یک میز کلانی به نمایندگی از یک قوم ششته که ما دستشان رو میبوسم و اینا موجودیتش مسجد ما را گرم میکنه. و همچنین میاییم در قسمت دوم گپا که امیدوار استم وقتی عزیزا گرفته نشوه، این رو بهتر است ما بگوییم و شما هم توقع دارین کمی پیام داشته باشیم. ما میریم انشاءالله رو به پیشواز سال 1400. به همه عزیزان میگم، به موافقین این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و به معاندینش هم میگم، چی داخلی باشد چی بیرونی باشد، سال 1400 سال 97 نیست، هوشیار باشید. کسایی که قصد جنگ و حمله را دارن میخواید بیرق سرنگون کنه، ما در خدمتشان هستیم، بیاید. و کسایی که از داخل میخواید پایه های بیرق را اره کنه، کار را به جای نکشه که نزاکت های قومی خراب شود. این را پشت تریبون در 22 حد میگم، کار را به جای نکشید که بخواید پایه بیرق جمهوریت و بیرق سیرنگ تمام افغانستان 100 سال است در زیر زندگی کدام میخواید تو به خاطر دلخوشی بعضی ها اره کنی، او را نکن که نزاکت قومی خراب میشه. و مسئله دوم، مسئله حمایت از نیروهای امنیتی است. در جاغوری ما مدیون سربازای خود هستیم، ما مدیون افسر خود هستیم، ما مدیون سرگروپای خیزش خود هستیم، بریدمنا و قماندانای چوله ایوان سالگه پا. من میدانم و همراه اینا کار میکنم، اینا با تمام جانفشانی و جانمیساری در خدمت انمی مردم هست، ولو معاش میگیرن اما خونش به کف است. او پیسه ارزش خونش را نداره، ولی این انگیزه سبب شده که بله اونجا برو بخوابه و از این طرف اون پیسه را یک کتی گرد و یک بوجی برینج هم بخره، چون هم عیال بوده. این را بروخش نکشین. و نیروهای امنیتی ما، سپهسالارای ماست، اینا تاج سر ما هستن. لطفا دستشان را بگیرین. او برادران ممکنه خیلی هایتان هم اینجا باشین گپ به شما بر نخوره. در روز جنگ از جاغوری را نمیفهمم، از مالستان تکسیوانی که دامد بود خسور خود در 30,000 افغانی در بسی در غزنی رسان در وقتی فرار، در وقتی فرار. ولی بهتر است این روزا خانه 501,000 برای پوسته های خود کمک کنیم. هیئت امنا تشکیل بیتین هر قریه و در توسط او هیئت امنا اجراعات خود کنین، به دسترس کماندانم نتین، ممکن حیف و میل شد.
ممکن در دل شما شک واقع شود که همین در جایش رسید نرسید. پوسته های ما تاریک است، پوسته های ما خیلی هاش ممکنه مشکلات عدیده را داشته باشد. و از همه عزیزان، از علمایی که من نشنیدم، از سایر عزیزانی که احساسات را خواهش من دوستم، از پشت تریبون نگویم با فلان چیز داریم یا نداریم. این مسائل بسیار سری نظامی است. از تمام افسرها، عزیزا، نماینده های قومی، هر کسی دیگه ای که میخواد در مورد امنیت گپ بزنه، گپ ما همو گپ است. ما اگر داریم نداریم، کسایی که از اون طرف میخواد اینجا پرچم بیشکنه، میخواد قانون ما رو زیر سوال ببره، کسایی که میخواد سر عزت ما بتازه، بسم الله، و کسایی که داخل میخواد عزت برباد بته، نزاکت در سال 400 خراب میکنیم، بهتر از هر کس خود جمع کنه. این رو گفته باشم و تهدیدم نیست و میکنم، ولو که دو مام باشم، چون من هیچ گونه جز منافع مردم، جز عزت مردم و عزت خودم، دیگه هیچ گونه منافعی در جاغوری نداره. و خانه من در جاغوری است. اگر جاغوری شکست بخوره، من در فکر آلایان خود هستم و تا آخرین دقیقه در کنار مردم جاغوری هستم. ما هستم، قمندان امنیه هست، آمر امنیتی تان است و تمام نیروهای امنیتی تان است. سال 1400 سال 97 نیست، سال غافلگیری نیست، سال یک نیروی بسیار ضعیف نیست. و امیر هم مالستان در کنار تان و امیر هم ناور در کنار تان استاد است و ما حمایت جمعی اتحاد شما را میخواییم، حمایت جمعی شما را میخواییم، همبستگی شما را میخواییم. فرهنگ توطیه، تیوری توطیه ای که آیستای در داخل مردم میپرده، او تیوری ها را زیر خاک کنید. فرهنگ اتحاد ما اوست کنید. گای ولسوار متهم، گای پاتون متهم، گای بابا متهم، گای علمیتون متهم، این گفه رو سپر کن. اینا ترهای کلانی آیسای است. بسیار آمیانه میاره لول میتنیم اینجا نمی بازار سنگ باشه و نظام اونجا نشان میکنه در چار جای دیگه. ما ضعیف میشیم. ما اگر پیرو خط بابا هستیم، بابا وقتی آمد خلقی رو گفت بیا، پرچمی رو گفت بیا، فلان بیا، در زیر یک محور یک چتر ساخت، در زیر یک محور ساخت یک چتر ساخت، زیر رو همه را جمع کرد. در زمانی که در قلعه شادیت یک بوجیار دستاد پیدا نمیشد و او حق خود خواست، او در مشارکت شرک شد، او جنگ کرد، سه سال جنگ کرد، تکه تکه شد مردم، ولی در نهایت خود ثابت کرد هویت را، مذهب را، تصمیم گیری را، عزت را، بالاخره سربلندی را، بالاخره این جرأت را که تو بتانی نام قوم خود در یک سرزمین گفته بی. بیشتر خدمت شما عرض زیاد است ولی وقت شما را نمیگیرم. از حوصله مندی شما یک دنیا سپاسگزار هستم. تنها موردی که حمایه شما را میطلبد در قسمت مسائل انکشافی، مسئله ترمیم راه هاست اول بهار است که ویرا گفتم لازم است بگویم. ما خواهش مندم از تمام بزرگان تا یک حشر عمومی حداقل در تا یک سال یک دو روز برای خود کار کنیم، برای موترهای خود کار کنیم. این راه های مواصلاتی ما خوب باشد، مریض ما سهلتر به یک شفاخانه برسه، آرامتر برسه. و در نهایت سپاسگزارم از مردم شریف و سربلند بابا، از مردم معزز بابا، از عزیزایی که همیشه در امر انکشافی و امنیتی و معارف خود دوش حکومت و بلکه یک گام پیشتر از حکومت بودن. سپاسگزارم از بانیایی که امروز همین محفل به یاد بودی، شهادت استاد عزیز استاد مزاری برگزار کردن، یک دنیا سپاسگزار هستم. خداوندا به خاطری که ما به طرف یک خوش سالی نریم، آب مایه حیات است. خداوندا تو رحم کن بر حیوانات ما، بر اطفال ما، بر مزرعه ما. یک بارانی رحمتی که به وقت باشه و با خیر باشه سر ما نازل بفرما. صلوات عنایت فرمایید. آمین.